خب دکتر بهروز بیات مشاور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ما هستند تا درباره پایان کار کنفرانس NPT و آخرین تحولات در پرونده هسته‌ای ایران صحبتی داشته باشیم. درود به شما آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه ما. شما آیا دکتر بیات، پرسشم این هستش که کنفرانس NPT به رغم حمایت دور از انتظار دولت آمریکا از نشست سال 2012 برای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، با توجه به فشارهای مصر برای پیوستن اسرائیل به NPT، امکان داره به سرنوشت کنفرانس 2005 دچار بشه و شکست بخوره؟ نکرد به نظر من از این کنفرانس ها نباید انتظار اینو داشته باشیم که از امروز به فردا به ناگهان یه تحول بزرگ انجام بدن. باید توجه داشته باشیم که این تحولات بین‌المللی با توجه به شرکت بسیاری از کشورها با منافع مختلف طبیعتاً آهسته صورت میگیرد. باید توجه کنیم که علت برپا کردن این کنفرانس چی بوده. یکی از عللش در واقع این بوده که NPT رو به شرایط الان دنیا انطباق بدن. یعنی مثلا از کنم خدمتون قوانین که از طریق NPT وضع شدن از طریق قرارداد به این ترتیبن که بسیار کلی هن و قابل تفسیرن. این قوانین تکمیل میشن از طریق یک سری قراردادهای دو جانبه بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هر یک از کشورها، و علاوه بر اونم این پروتکل معروف پروتکل الحاقی. در واقع کار بسیار مشکل و یک جنبه از برقراری این کنفرانس این بوده که در واقع متن NPT رو نحوی انطباق بدن به وضع موجود، یه قسمت قضیه. یه قسمت دیگه موضوع اینه که یکی از ملزومات NPT این بوده که کشور در ازای صرف نظر کردن کشورهای مسلح به سلاح هسته‌ای که کم کردن اسلحه‌شون و به طور دراز مدت صرف نظر کردن از اون. آقای دکتر بیات، این که کشورهای اتمی بر سر تعیین یک جدول زمانی برای خلع سلاح موافقت نمی‌کنن، فکر می‌کنی نکته که اشاره می‌کنی این چه پیامد منفی خواهد داشت؟ به نظر می‌رسه به توافق نرسیدن در مورد یک جدول زمانی مشخص. خب این قطعاً اگه واقعاً الان ما انتظار می‌داشتیم که الان یک جدول مشخصی بیاد بیرون، انتظار در واقع بی‌فایده است. مسئله خیلی پیچیده و درازیه. مثلا واسه نمونه عرض کنم خدمتتون، اگر که فرض کنیم امریکا به عنوان قدرتمندترین کشور دنیا حاضر بشه، کما این که خب آقای اوباما هم برای اولین بار مسئله خلع سلاح هسته‌ای رو در دستور روز گذاشته، حتی اگر امریکا حاضر بشه صرف نظر کنه، بسیاری از کشورهایی که بزرگیشون فقط در سایه تسلیحات هسته‌ایشون تعریف میکنن، مثلا روسیه، مثلا فرانسه یا انگلیس، معلوم نیست به این سادگی ها حاضر بشن از این موضوع صرف نظر کنن. این معنیش این نیست که همچین گرایشی دراز مدت شانس ندارد، ولی اگر توقع داشته باشی که از یک کنفرانس بیرون بیاد همچی چیزی، خب توقعیه که به جا نیست. آقای دکتر بیات، امروز گزارشی منتشر شده بود از سوی اسوشیتد پرس که یک دستگاهی که در تبدیل فلز اورانیوم برای استفاده در کلاهک اتمی میتونه مورد استفاده قرار بگیره، در آزمایشگاه اتمی ایران ناپدید شده. تا چه حد این گزارش به نظر شما نگران کننده است و اصلا از چنین دستگاهی در ایران در برنامه هست ایران برای چه موردی استفاده میشه؟ باید عرض کنم خدمتتون، واقعا از این خبری که شما میفرمایید تا حالا نشنیدم، چیزی نمیتونم راجع به جزئیاتش چیزی عرض بکنم خدمتتون.